چشم میخوره دیگه. اوکی صفحه من داره درسته اینجا رو؟ بله. ببینم کاتالوگ استودیو. بسیار عالی. خیلی خوب. جلسه پیش از کلمات کلیدی کاتالون استودیو گفتیم و امروز آخرین جلسه کاتالون استودیو هست. بعد جلسه آینده دیگه به مبحث ربات فریم ورک میرسیم. توی کاتالون استودیو ما اگه بخوایم دسته بندی بکنیم سه دسته کیورد داریم. یکی متدا هستن، فانکشن ها و اسرشن کیورد ها. برای اینکه اطلاعات بیشتری داشته باشیم سرچ کنید کاتالون استودیو داکس و اینجا docs.catalan.com تو این صفحه تمام خب داکیومنتیشن کاتالون میبینید و انصافا خیلی خوبم کار کردن و کامل هست. تو قسمت کاتالون انترپرایز کیوردز و وب یو آی کیوردز اینجا تمام کلمات کلیدی هست که کیوردهایی هست که شما میتونید استفاده کنید برای نوشتن برای درست کردن تستتون که من اینو به سه دسته تقسیم کردم. دسته کلی یکی متدها هستن. متدها اونایی هستن که شما ازش استفاده میکنید ولی خروجی ندارن، چیزی بر نمیگردن، برام یه کاری انجام میدن. مثل چی؟ مثل اوپن بروزر. اوپن بروزر کارش اینه که بروزر رو باز میکنه و در اختیار شما قرار میده، یه URL رو هم باهاش باز میکنه. اوپن بروزر و خوبه که شما بتونید خدمتتون که عرض شود نحوه خوندن این داکیومنتیشن رو هم یاد بگیرید. البته خب یه فرم استاندارد داره برای خودشون که یه دیسکریپشن، آره کلمه، اون خود کلمه کلیدی هست، کیورد هست، اوپن بروزر، دیسکریپشن داره که چه کار انجام میده. پارامترها اونایی هستن که شما باید برای مثال به اون کلمه کلیدی بدید. گاهی اوقات کلمه کلیدی چیزی پارامتر خاصی رو نمیگیره و بقیهشون هم آپشنال هستن، مثل اینجا اوپن بروزر. برای اوپن بروزر برای مثلا تنها کلمه تنها پارامتر که میگیره را یو آر ال هست، یعنی اون یو آر ال هست، اگه بهش بدید بروزر رو باز میکنه و نویگیت میکنه به اون یو آر ال. اگه نه تو کلمه کلیدی بعدی که نویگیت تو یو آر ال هست شما نویگیت میکنید. پایین تر هم که بیاید مثالش هست اینجا که میبینید، اینجا تمام اون ایمپورت هایی هست که خود کاتالون استفاده میکنه، اینو بهتون نشون میدم. و بعد اینجا در حقیقت استفاده از اون کلمه کلیدیه. این که چطورش استفاده کنیم، شما میتونید کل اینو این قسمت مثال اگزمپل رو کپی کنید و توی کاتالون برای مثال من توی تست کیس یه دونه تست کیس جدید درست میکنم، نیو تست کیس اسمش میذارم، اوپن بروزر تست. البته تست خاصی محسوب نمیشه ولی و برای اینکه بدونیم که چطور کار میکنه. خاطرتون هست که ما اینجا میتونیم از طریق دکمه‌ای که اینجا هست تست کیسمون بنویسیم. یه بخش اسکریپت هم داره که اینجا شما میتونید مثلا اسکریپت بنویسید. با زبان گرووی هست که لزومی نداره بلد باشید. من همه اینو پاک میکنم و اون چیزی که کپی کردم رو پیست میکنم. الان اگه برگردید توی منوال میبینید که اون دو تا استپی که توی مثال بود اینجا بهتون نشون داده میشه، اوپن بروزر و بعد چند بروزر رو کلوز کرده بسته اینو. به همین ترتیب شما میتونید بقیه کلمات کلیدی رو از مثال ها استفاده بکنید. بعضی خب مثال ها مفصل تر هستن. خب کلمات کلیدی که توی وب یو آی داریم تعدادشون زیاده، فکر کنم بالای 100 تا باشه. اینجا واقعا نمیرسیم که همشون رو بخوایم پوشش بدیم و صحبت بکنیم. شاید بهترین تمرین باشه که شروع کنید یک بار اینا رو خوندن و که باشون آشنا بشید. و اینجا بیشتر مهمتریناش رو من بهتون میگم که مهمترینش هم جلسه پیش گفتم که کلیک هست
یا اینپوت تکست هست و وریفای کردن. و ما حالا بقیه کلمات کلیدی رو من بهتون نشون میدم، ما خیلی خیلی کم داریم. برای مثال درگ اند دروپ بخواید شما توی صفحه وب انجام بدید، یا موس آور داشته باشید. حالا بهش میرسیم. کلمات کلیدی بعدی فانکشن ها هستن. فانکشن ها در حقیقت یک کلمه کلیدی هست که یک ورودی داره و یک خروجی داره. و اون خروجی رو ما بگیریم و ازش استفاده بکنیم. برای مثال میخوایم اینو وریفای کنیم اون خروجی رو با اون چیزی که انتظار داریم. یک کلمه کلیدی که وسط فانکشن باشه، تقریبا اینجا تمام کلمات کلیدی که با get شروع میشن فانکشن هستن، یعنی چیزی رو برمیگردونن به ما. get alert text، get element high، get attribute، get text، get url. برای مثال get url کارش اینه که توی همون صفحه که هستیم، تو اون url که هستیم، اون url به ما برمیگردونه، این آدرس به ما برمیگردونه، ما میتونیم ذخیرهش بکنیمش استفاده کنیم. اینجا هم یک مثالش هست. برای مثال من اینو تنها همین قسمت هم کپی کنم توی کاتالون، تو سکریپت پیست کنم. کاری که انجام داده اینه که بروزر باز کرده، به یک مسیر به خصوص رفته و بعد get url زده. get url اینپوت نداره اینجا. آوتپوتمون برای اونایی که فانکشن هستن، ما باید یک آوتپوت مشخص کنیم. هر اون چیزی که ببخشید مهدی، من یه سوال داشتم. این دفعه دوم که کپی کردید، وقتی پیست کردید تو کاتالون، چی شد همه‌شو انتخاب نکرد فقط تیک دوم بود؟ تیک اول مربوط به اوپن بود، به خاطر این بود؟ فکر نمی‌کنم مشکل پیش بیاد. برای اینکه خیالتون راحت باشه، مثلا من ریسک نکنم، میتونید تمام این قسمت رو اصلا کلش رو کپی بکنید. ولی اینجا ایمپورت‌ها هستن. ایمپورت‌هایی هستن که ما ابتدای کدمون انجام میدیم توی کاتالون. همه رو اصلا همه چیز رو اومده ایمپورت کرده، که زیاد استاندارد هم نیست، اصلا چیز جالبی نیست که شما چیزایی که استفاده نمی‌کنید هم ایمپورت بکنید. خب ولی من چون دیدم که تقریبا همه‌شون شبیه به هم هستن، دیگه من این قسمت رو ایمپورت نکردم. ولی بهتر اینه که آره، شما اصلا همه رو کلا ایمپورت بکنید و بیارید اصلا جایگزین بکنید. خب یکم چند چیزی. مرسی. اوکی آقا نریمان، سوالی دارید؟ شما میده سوال پرسید، درسته؟ ببخشید، میخواستم بپرسم که فرق فانکشن و متد الان فقط اینه که متد ویده؟ متد داره، آره. برای مثال این اسکیال، من این دستبندی رو خودم انگار مثلا برای کاتالون اختراع کردم، فقط دستبندی کنم. متد منظورم بود یه کاری قرار انجام بده. اوکی، مثلا برای ما اوپن بروزر اوپن بکنه، یه روی المنت کلیک بکنه، خروجی نداره. فانکشن ها رو میگیم که اون کیوردهایی که یه خروجی دارن، یعنی ما صداشو میزنیم، ازشون استفاده میکنیم، یه خروجی ازش میگیریم. برای مثال اینجا توی get url که url رو میگیره، هر اون چیزی که url باشه توی اینجا توی این output url مینویستش. و بعدم ما بعدم میتونیم اینجا verify بکنیم. برای مثال من اینجا بعد از این یه دونه کیورد درست میکنم. کیوردی که اینجا داریم verify، اگه اشتباه نکنم، verify match. verify match کارش اینه که دو تا عبارت رو برای با هم دیگه compare بکنه، ببینه که اینا شبیه به هم هستن یا نه. من verify match اگه باز بکنم اینجا، بگم که یکیش url، که البته اینجا من نه به این شکل نشون بده، یه بار اولا نیاته این هفته پیش برای خودم اینجا انجام دادم. خب از همه جزو بدهیم، من توی help این verify match برم پیدا میکنم بهتون نشون میدم. کار اینه که خب من اینجا URL رو میگیرم و بعد میام تست میکنم که آیا با اون URLی که انتظار داشتم یکی هست یا نه. حالا بهش میرسیم. پس فانکشن ها در تقریبا تمام اون که اونایی که با گت شروع میشن فانکشن هستن و یک خروجی دارن، به ما برمیگردن. احتمالا برای اینکه متوجه بشید کدوم ها فانکشن هستن، تو قسمت ریترن میتونید نگاه بکنید. اینجا آپشنال هست پارامتر، یعنی اینپوت آپشنال هست،
و ریترنز اینجا ما ریترن داریم که یه چیزی رو برمیگردونه. اما برای مثال کلمه کلیدی مثل ماکسیمایز ویندو، ماکسیمایز ویندو کارش اینه که اینا فقط ببینید خروجی نداره، ریترن نداره، کارش اینه که تنها پنجره براوزر رو ماکسیمایز میکنه. و نهایتاً اسرشن ها یا همون وریفیکیشن ها هستن که ما قراره که چیز رو وریفای بکنیم. برای مثال وریفای element attribute value، ما یک اتریبیوت از یک المنت رو میتونیم بگیریم بخونیم و بعد ببینیم که اون چیزی که مورد انتظارم بوده هست یا نه، ولی خب کم استفاده میشه. وریفای element visible خیلی زیاد استفاده میشه. وریفای image present، وریفای element present کارش اینه که یا object میگیره اینجا و بعد از به شما میگه که آیا visible هست، پرزنت هست تو صفحه، دیده میشه یا نه، که این خودش میشه یک از یک تست وقتی ما از وریفای استفاده میکنیم. مثل اینجا کلات ما اینو داریم توی یک از تستامون، توی object repository خب اگه من الان یک پروژه ذخیره بکنم، خب حالا قبل که ادامه بدم یک کلمه کلیدی هست که خیلی کاربرد داره که دیلیت کوکیز هست. بسی از دوستان میدونه کوکی چیه؟ یعنی که به گوشش خورده؟ میتونه توضیح بده؟ فکر میکنم که کوکی یه سری اطلاعاتی که براوزر سیف میکنه که کاربر بتونه به یه سری چیزا راحت تر دست پیدا کنه، یه حالتی مثل کش برای براوزر. درسته، وقتی شما از یک وب اپلیکیشن استفاده میکنین، اکثر وب اپلیکیشن ها برای مثال لوگین دارن و شما یوزر پسورد میزنید وارد میشید، برای مثال فیسبوکتون در نظر بگیرید یا اکانت جیمیلتون در نظر بگیرید، وقتی که فیسبوک روی برای مثال روی براوزرتون باز بشه، توی تب دیگه هم دوباره مثلا ببندیدش دوباره بازش بکنید، فیسبوک رو می‌بینید دوباره باز میشه، دیگه لزومی نداره که یوزر پسورد داشته باشه بزنید. علت اینه که وقتی شما لوگین می‌کنید، براوزر اون اطلاعات رو توی فایل‌های کوچیک موقت می‌نویسه به اسم کوکی و یک مکان خاصی داره. تا وقتی اون کوکی‌ها وجود داشته باشن یک تایم، یک زمانم دارن، یک زمان expiration time هم دارن. تا زمانی که بر مثال ممکنه که برنامه نویسه اون گذاشته باشن یک روز، یک ساعت. آمیتی چجوری به اینا دسترسی پیدا میکنیم به این کوکی ها؟ از سوال هم نمیدونم، شاید خیلی حرفه همشه، ولی برای مثال من توی این سایت چجوری به این کوکی ها دسترسی پیدا میکنم؟ دموی کاتالون اگه بیام و لوگین بکنم، من لوگین کردم و الان حتی اگه برگردم به صفحه اول، خب صفحه اولم کارت نداره، به صفحه دیگه مثل پروفایل، هیستوری احتمالاً ایمپلمنت نشده، ولی هنوز لوگین هستم. میبینید تا وقتی لوگات نکرده باشم. یکی بخواید تو براوزرتون ببینید تو کروم، اینه که این دکمه منو رو بزنید تو سیتینگز، تو سرچ میام سرچ بکنیم کوکیز، اینجا میبینید کوکیز رو، و اگه روش کلیک بکنم بهتون نشون میده که شما میتونید کوکی های مربوط به بعض سایت ها رو پاک بکنید. اگه من اینجا این الان کریال دیتا بزنم و بگردم داخل سایتم رو رفرش کنم، می‌بینید که خارج شدیم و اگه بخوام دوباره، یعنی از اون صفحه انگار لوگات کردید. خب توی براوزر مختلف حتی شما میتونید، حتی توی فایرفاکس میدونم که حتی میتونید اون فایل ها رو ببینید که چه فایل های کوکیز وجود داره، ولی خب کاربردی هم اونقدر واسه ما نداره و برنامه دیگه هم نمیتونن ازش استفاده کنن. برای مثال یوزر پسورد شما داخل اون کوکی ذخیره نشده که شما فکر کنید اگه که برنامه به اونا دسترسی پیدا بکنه.
یوزر پسوردتون رو بخونه. یکی از کاری که ما توی تست انجام میدیم اینه که ممکنه که وسط تست شما بخواید که کوکی ها رو پاک بکنید و دلیل مختلفی ببینید که اپلیکیشن چه واکنشی نشون میده بعد از اون. شما کلمه کلیدی رو دارین کلید کوکیز، اینو آوردم اینجا چون که به طور عادی توی سلنیوم های ورژن قبل خیلی سخت بود کوکی رو پاک کردن، حتی تو ورژن 3.5 یا 3.4 اینو اضافه کردن. بفهمید آن هریمان میشه بیشتر مثال بزنیم که به چه کاری میاریم دیلیت کردن کوکیز رو؟ چون نفهمیم دقیقا خب دیلیت کردنش چه فایده ای داره موقع تست کردن. خب ببینید دو چیز هست، یکی این که ما وقتی که تست رو شروع میکنیم اکثرا شما از ابتدا شروع میکنید، یعنی حتی هیچ اون سیستم کاملا تمیزیه، شما دا لوگین هم نکرد، کوکی هم وجود نداره. بنا به نیازتون توی تستی که دارید انجام میدید، برای مثال تو حالت عادی شما لوگین میکنید و استفاده میکنید از نرم افزار، گاهی اوقات شاید تست کیس این باشه که اگه که فرد توی بروزری یا توی تب دیگری، تو بعضی از کوکی ها میدونید که اون سژن فقط مربوط به اون ویندو هست، یعنی شما بعضی از حالا من چه مثالی بزنم، من خاطرم دانشجو که بودم کنکوردیا سایت ایفی کبک که میرفتیم، شما وقتی که لوگین میکردید لوگینتون فقط توی اون صفحه بروزر ولید بود، حالا صفحه دیگه باز میکردید و میخواستید استفاده کنید لازم میخواست دوباره لوگین بکنید. یکی از یوز کیس ها این میشه است که اوکی شما میخواید تست بکنید که اگه من با وجودی که لوگین هستم یک توی ویندوی دیگه سایت رو باز بکنم آیا هنوز ولید هست یا نه. اگه شما دلت کوکی رو بزنید بدون که لوگات بکنید میتونید تستش بکنید. این در بستی به تست کیستون داره دیگه. این یکی از حالا مثال هست که به ذهن من الان میاد. ببخشید، یعنی حالتی که مثلا شما بخواید مثلا مثل همون سایت EAF مال کبک که برای وام و بورسه، یا حالتی به حالت سکیوریتیش رو بخواید بالا ببرین هستش که دیلیت کنید و اجازه ندید اگر مثلا بعد از 2 دقیقه کسی دیگه یک تب دیگه باز کرد دسترسی به فایل نفر قبلی داشته باشه. خب ما داریم در حقیقت تست میکنیم، چیزی که شما دارید میگی یا تو ذهنمان هست این که اون فانکشنالیتی سیستمه یا ریکوارمنته. برای مثال اینجور آورده شده که اگه که فرد اصلا این لوگات نکرده بود و فقط بروزر ببنده، فقط کلوزش بکنه، نفر بعدی اگه بیاد و وارد سایت بشه لوگین نیست، باید لوگین بکنه. یعنی در حقیقت اون کوکی فقط اون سژن فقط زمان تا زمان برای تست که من اون صفحه بروزرم باز باشه. البته خب من خاطرم اصلا وبسایت کلی مشکل داشت، اصلا لوگاوت هم نداشت، تنها راهش هم بود که آره ببندید صفحه رو، این وسیله دور باز می‌کردید دیدید که لوگین نیستید. حالا این فقط الان به ذهنم رسید، این یه یوز کیسه که ما می‌خوایم تست بکنیم که اوکی اگر آیا بدون لوگات کردن توی همون صفحه شما بخواید به جای که ببندیدش، چون ممکن شما بروزر ببندید دور بازش بکنی تمام مثلا اون ولیوهایی که توی آبجکت هست از بین میره. ولی ما فقط میخوایم تست بکنیم که اوکی من اگه حالا توی این یوز کیسه به خصوص توی صفحه دیگه سایت رو باز کردم آیا لوگین هستم هنوز یا نه. ریکوارمنت این میگه برای اون سایت، این میگه که توی صفحه دیگه شما نباید لوگین باشید. ولی خب خیلی از اپلیکیشن مثل فیسبوک یا جیمیل تا زمان که لوگات نکردید اون حالت وجود داره. این مثال البته آوردم برای اینکه قبلا ها توی سلنیوم وقتی می‌خواستیم کوکی رو پاک بکنیم درصد زیاد داشتیم، بعد براش مثلا راه حل‌های خاصی رو آورده بودم و
ولی فکر کنم توی سرینو ورژن آخر یه حال استانداردی داشت آورده شد. گاتانو استودیو خوبی که داره اینه که بعضی چیزایی که تو سلنیوم به طور خاص به طور نیتیو وجود نداره رو اومدن کد زدن و اضافه کردن. یکیش این دلیت کوکیز هست. درگ اند دروپ هم به همین ترتیب. درگ اند دروپ یه سایتی هست که اجازه بدید اشتباه نکنم. اینجا یک پیجی هست تو هرکو اپ، جایی هست که دیولوپر ها میتونن یک اپلیکیشن رو قرار بدن و اینجا هاست میشه. اگه بخواید که استفاده بکنید، یعنی کلمات کلیدی که ما توی کاتالون یاد میگیریم یا دانش سلنیومتون تست بکنید، اینجا یک حالت خاصی داره، یعنی خیلی جالب هست. تقریبا خیلی چیزها رو اینجا آورده، برای مثال چک باکس آورده، شما میتونید تست بکنید، نویگیت کنید تو این صفحه رو تست بکنید. و در مورد کوکی ببینم چیزی رو اینجا آورده یا نه، کوکیز نداریم. ولی برای مثال کانتکست منو به این معنی که اگه شما کلیک راست بکنید، اینجا من یه دونه الرت میگیرم. جلسه پیش دوستان از الرت صحبت کردیم؟ نه صحبت نکردیم. اوکی اوکی، خیلی خب، پس حالا اجازه بدید من سریع حالا من اون کلمات کلیدی که اهمیت بیشتر داره رو از بین این لیست تو معرفی میکنم. لزوم نداره همه رو حالا خواهم تست کنم، اونوی که مهم هست و حالا تستش رو میاریم توی کاتالون انجام میدیم. یکی accept alert. alert چیه؟ alert چیز شبیه به این بود که حالا ما دیدیم اینجا. بعضی وقتا صفحه وب یه اتفاق میفته، یک در حقیقت مسیج باکسی رو میبینید و تا وقتی که روش کلیک نکنید، این جزء صفحه وب نیست، من الان دارم جای مختلف رو کلیک میکنم مثل اینجا، تا زمانی که این الرت باکس، این الرت فعال باشه، شما نمیتونید کار دیگه انجام بدید. یکی دیگه باز از مشکلات سلنیوم بود که ما تو الرت ها نمیتونستیم کاری انجام بدیم چون توی صفحه وب نبود، حالت استانداردی نداشت. حتی خب بعدن توی ورژن های جدیدش اضافه شد. این الرت فقط اوکی داره. بعضی الرت ها اوکی کنسل داره. کاری که این کلمه کلیدی انجام میده اینه که accept alert، میگه که اوکی اوکی رو بزن روی الرت. اگه که باز بخواید مثال بیشتر داشته باشیم، یک کد شبیه به این توی W3SQL W3SQL یک فضای خیلی خوبی هست که شما بتونید اصلا HTML یاد بگیرید، بلکه پایتون هم داره، PHP هم داره، جاوا اسکریپت. اینجا برای مثال یک مثال آورده که من روی این کلیک بکنم یه الرت باز میشه و من میتونم برای مثال همین رو تستش بکنم، بگم که توی کاتالون یه تست کیس جدید باز میکنم، اسم میذارم تست accept alert. حتی میتونم من خیلی زود رکوردش میکنم چون سریع تر هست. فکر کنم همین کافی بود. اوکی. خب توی این تست کاری که انجام میده براوزر باز میکنه، نویگیت میکنه اینجا و روی اون دکمه کلیک میکنه، ولی همچنین تست تموم میشه و تا وقتی که من اون accept و اوکی رو نزنم اتفاقی نمیفته. برای این من
فقط accept alert رو انتخاب میکنم، همین، فقط همین accept alert کاری که انجام میده، روی اون کلیک میکنه و تست تموم میشه. توی اپلیکیشنی که شما کار میکنید احتمالاً داشته باشید از این alert ها. بفهمید آقا نریمان سوالتون. بخشو چرا تو این تست وارنینگ گرفتین سر این alert text؟ جانم؟ اینجا الان دیدم که وارنینگ گرفتین برای کلیک، دلیلش چیه؟ خب اینجا چون که احتمالاً چون که alert فعال میشه فوکوس از روی این بروزر برداشته میشه، یعنی تا زمانی که شما تصور کنید که شما یک بروزر دارید، ناگهان یه اپلیکیشن دیگه میاد روی اون بروزر یعنی قرار میگیره. به این ترتیب اگه دقت کرده باشید توی سیستم عاملتون، اون سیستم عامل میاد اون پنجره که فوکوس نداره رو به صورت مثلا کم رنگ تر نشون میده. ببینید اگه که دقت بکنید یه خورده رنگ تپا علیه خوشا توی لینوکس اینجا درست نمایش داده نشه. اگه من فوکوس رو اینجا داشته باشم میبینید که اینجا دیگه من فوکوس رو روی بروزرم ندارم. اتفاقی که خب توی حالا کاتالون احتمالاً نشون میده اینه که وقتی که فوکوس از وقتی الرت اصلا کامل دیده بشه فوکوس رو ما روی بروزر نداریم و دیگه شما کلیک نمیتونید بکنید. مثلا اینو بزنم تا دیگه روی هیچ چیز دیگه کلیک نمیشه کرد. اوکی؟ فکر میکنم این باشه دلیل این وارنینگی که اینجا گرفتیم. میگه switching to default content failed because an alert is present on page. Please switch to default content after dealing with alert. یه وارنینگه. البته خب چیز جالبی هم بود. میگه که خب حالا من رو این کلیک کردم. بعد از این اگه که بخواید حالا من accept رو احتمالاً accept رو زد. ولی اگه که میخواد دوباره برگرده بعد از accept alert یک کلمه کلیدی داریم به اسم switch. Switch to default content. این احتمالاً برمیگرده دوباره به بروزرمون. یه وقتی اجراش بکنیم ببینیم ایرور نده. خب چه ایروری گرفتیم اینجا؟ unable to accept alert. احتمالاً این بود که یک مدت یک وقتی من کلیک کردم بلا فاصله بدون کسی از ثانیه accept alert رو میخواد اجرا کنه ولی alert هنوز ظاهر نشده. برای این من بعد از کلیک یه دونه دیلی میذارم. دیلی یک متده. دیلی میذارم برای مثال یک ثانیه. یعنی یک ثانیه بعدش یک ثانیه صبر بکن و بعد accept alert رو بزن. خب اتفاقاً accept alert رو یک بار زده. آره اشتباه از من بود. ولی خب حالا بعد نیست کنون دیلی رو بدونید. دیلی کارش اینه که یک مکسی رو انجام میده. گاهی اوقات چون که سلنیوم شما میتونید سرعت توش سرعت تست توش کم و زیاد بکنید. سرعت استانداردش خب بسیار زیاده و گاهی اوقات مثل یوزر عادی نیست که برای مثال یک یوزر عادی روی یک چیزی کلیک میکنه بعدش منتظر میمونه اتفاق میفته بعد روی جای دیگه کلیک میکنه. ما یا از wait استفاده میکنیم یا از delay استفاده میکنیم. accept alert چون فکرم تو دوتا داشتم و بعد از اونم میدونه keyword اضافه میکنم switch to default content و بعد این close browser. اینجا احتمالا دیگه نباید error بگیرم. اوکی تا آخر اجرا شد و ایرادی هم نگرفت. اون آقا مهدی دوستمون نیستن؟ جلسه پیشم بود چند سال پیش بودن نمیدونم نمیبینمشون. ایشون که سلامت باشن. خیلی خوب اینم از alert. کدوم از خانوما بودن که مشکل داشتن اسکرین شات فرستادن از تصویر کاتالوگ؟ بله بله من بودم. خب برای مثلا شما میخواید یک گزارش رو بدید بهتره که یک اسکرین شات بگید از کل صفحه که همین قسمت لاگ ویور و همین قسمت این قسمت مشخص باشه.
و در صورتی که ارور داشته باشید و به صورت قرمز نشون داده شده باشه، حال رال استانداردش اینه کل اون تکست رو. ممنون میشه اگر بتونید میکروفونتو میوت بکنید. استاد این همین رو دادم، از کل صفحه فرستادم، ولی میگید که واضح نبوده. نه اینجا این قسمت نبود، خب یعنی این قسمت بود، قسمت لاگ ویورتون بود درسته، ولی این قسمت که در حقیقت حالا چجوری بگم، کنسول و نشال کنسول هم که نه، این قسمت کنسول هست که اگه ارور داشته باشه ارور به طور خاص اینجا نشون میده. برای مثال من بله، ولی اصلا ارور نداشت، یعنی من میخوام ببینم چرا لاگ ویور من با شما فرق داره، اصلا نه سکند رو میگه، یعنی مثلا چقدر طول کشیده، نه توضیح میده، اصلا هیچی نداره، یه چیزای بی ربطه، مثلا ورژن سلنیوم رو به من میده. یه تو عکس ببینید اصلا حالا همینطوری بودش، این تایمر رو مال منم نداشت، من حسم اینه که ورژن حتی این آیکانای سبزم ببخشید، حتی این آیکانای سبز کنار 1 2 3 4 اینا هم هیچ کدوم نیست، یعنی حتی گرافیکش هم انگار فرق داره، چیز دیگه بود. شما روی ویندوز اجرا میکنید یا مک؟ بله بله، نه ویندوز. خب ورژن من 7.3 هست فکر کنم آخرین ورژنه. باشه من حالا توی ویندوزم اجرا میکنم ببینم که اونجا چه جوریه. حالا تا ویندوز اجرا بشه اجازه بدید. فکر نمی کنم فرقی داشته باشه، چون جلسه قبل داشتیم فکر کنم رو ویندوز اجراش میکردیم و همچنان همینجوری. آره خب این یکی از ایرادات احتمالا پکیج کاتالان استودیو هست، چون که وقتی که اون نزا پورتبل باشه باید همه جا درستی کار بکنه، ولی انگار که اینطور نیست و برخی از کاربرا دقیقا اون چیزی رو که باید. الان همه مثل من هستن یا فکر کنم یه خانومی گفتن با یه آقایی که مثل من میگیرن بقیه درسته، یعنی مشکلی ندارم؟ بر من شماره 1 2 3 4 نبود، ولی اطلاعات رو میداد که کلیا خطا گرفته بوده. آها ورژن شما چی؟ یعنی شما از همون لینک آقا شگوی استفاده کردین دیگه؟ نه من ورژنم فکر کنم بالاتر باشه. آها مرسی. ورژنی که دارید 7.3 بالاتره؟ ورژن من هم 7.3. مال من هم 7.3 هستش. آره بفکرم آخر ورژن 7.3 هست. شاید ورژن شما یک خورده قدیم باشه. قدیم نیست؟ احتمالاً الان ورژن 7.3 7.3.1 آخریشه. 7.3.1 بیلد 1 منظورتون اینه؟ بله بیلد 1 آینش رو نگاه کنید، نیو ورژن اویلیبل. اوکی خلا عجیبه که حالا میخواید بعد از کلاس آفلاین صحبت کنید؟ حالا اجازه بدید اینجا من اجراش میکنم. کسی از دوستان هست که کاتالان رو کلا نصب نکرده باشه و تست نکرده باشه هیچ وقت؟ کنه همه تونه نصب داستن نصب کنه. آقا بابک شما تونستیه درسته؟ توی یه روز اول مشکل داشتی برای یه جان بله امتی من تونستم نصبش کردم، تستش هم کردم تا به حال که تا به حال اوکی بوده. مرسی. یکی از این تست ها رو این انجام میدیم. کروم
اوکی اینجا هم اوکی اینجا من هم آیکن رو دارم هم اسامی رو دارم. حالا نمیدونم که مشکل چی هست روی نرم افزار شما، ولی خب یک از حالا به آخر جلسه بهش برسیم که یک از بهترین کار اینه که خب واقعا توی نظر کاتالون چون یک کامیونیتی خوبم داره میتونید توی فروم کاتالون همیشه بیایید و هم یوزر پسوردتون وارد بشید و گزارش بدید و بپرسید و سرچ بکنید و ممکنه که بقیه کاربران هم کار مشابه انجام داشته باشن. اما خب داشتم از این صحبت میکردم که وقتی که میخواید چیزی رو مثلا گزارش بدید، اگه میخواید اسکرین شات بگیرید، اسکرین شات رو با در حقیقت خود لپتاپتون بگیرید، دکمه پرینت اسکرین رو که بزنید کل اون تصویر رو اون صفحه رو برای شما اسکرین شات میگیره. و بعد هم این که اونجاهایی که بتونید کپی پیست بکنید تکستی رو حتما این کار انجام بده. علت اینه که وقتی شما اینو گزارش میکنید اروری وجود داشته باشه قابل سرچ هست، وقتی تو تصویر باشه قابل سرچ نیست، ولی وقتی که شما اینو برای مثال کپی بکنید تو توی وب اینو برای مثال سوالتون بپرسید، بعدا وقتی که کس گوگل بکنه سرچ بکنه اون اگه ایراد وجود داشته باشه بر اساس اون لاگ شما میتونه پیدا بکنه همونجور که شما پیدا میکنید. برای شما همچنین اگه که من اینجا صدا مثل یکی بلنگوش روشن انعکاس پیدا میکنه. اوکی من میوت کردم همه رو. اوکی آره، یکی از بهترین کارانه که شما واقعا اون متن رو کپی بکنید، اون متنی که در حقیقت مربوط هست به ایراد کارتون. گاهی اوقات همه اون کنسول لاگ رو تمام اونو کپی میکنن، ای که بخوان که یک گزارش کامل رو بدن و دیولپر ها از این طریق این که اون کنسول لاگ میتونن ایراد رو دوباره ریپرودیوس بکنن. برای مثال اینجا دقیقا مشخص شده که پلتفرم که من استفاده کردم لینوکس هست، بروزرم کروم هست، روی این ورژن هست و سلینیوم ورژن هم این هست توی کانسول. بنابراین اگه بخواهن ریپرودیوس بکنن میتونن این شرایط دوباره وجود بیارن، تست بکنن و ببینن به ایراد که شما رسیدید داشتید میرسن یا نه. ممکنه که توی برای مثال روی همین ورژن کروم روی پلتفرم دیگه این ایراد وجود نداشته باشه. اوکی خیلی خب، اگه اجازه بدید ادامه بدیم رو کلمات کلیدی. من فقط در مورد این من الان تست کردم، مشکل از تستیه که نوشتیم، یعنی اون تستایی که بای دیفالت خودشه درست ران میشه و شکل مال شما میشه. حالا نمیدونم دقیقا مشکل چه اشتباهی کردم، ولی خب احتمال مشکل از تست خودمونه، مشکل از نرم افزار. حالا احتمالا حتی میشه کاتالون بتونید پروژه رو حتی اکسپورتش بکنید، یعنی که زیپش بکنید برای که دیگه از دوستاتون بفرستید یا بفرستید اینجا اون فایل میتونه بازش بکنه و دوباره اجراش بکنه. آمیت من یه سوال میتونم بکنم چون دانش من سافر خب خیلی بالا نیست، شاید بقیه دوستان بدونن این پایین که problems event log console و log viewer این چهار تایی که روش بودید اینا باز میشن، یه خیلی مختصر میتونید برایفش بگید مثلا کنسول دقیقاً چی رو میخواد با من بگه، لاگ ویور چی رو میخواد با ویدیو بگه، ایونت لاگ چی میتراوده هم که ها مشکله هیچ، حالا مفهوم لغوی شو که میشه. اوکی لاگ ویور در حقیقت اینه وقتی که برنامه‌نویس کدی رو مینویسن، برنامه رو مینویسن، خب برنامه از ابتدا تا انتها قرار اجرا بشه، اگه که هیچ چیزی رو برای مثال لاگ نکنن، اگه اون وسط کار یه ایراد به وجود بیاد متوجه نمیشه که چه ایرادی کجا به وجود اومده. یکی از راه حل اینه که داخل برنامه جای مختلفی از کد در حقیقت لاگ میذاره. من توی قسمت پایتون ای که بگم پایتون هم امروز هم بهش برسیم لاگینگو، لاگ میذاریم برای مثال و میگیم که به اینجا که رسیدی یه لاگ برای من بذار، مثل که تو برنامه داری میگی خب من الان به اینجا رسیدم، به این خط رسیدم، بعد اینجا رد کردم رفتم خط بعد، اینم اجرا شد،
خط بعدی ارور داد. لاگ ویور این حالتی از که خود توی خود کاتلن استودیو پیاده سازی کردن که به صورت یک شمای یوزر فرندلی برای ما قابل دیدن هست که میگه این قسمت اجرا شد، این قسمت اجرا شد توی این قد ثانیه و به همین ترتیب. ولی کنسول در حقیقت ما وقتی که کلا میخوام یک برنامه اجرا بکنیم از طریق کنسول یا ترمینال یا هم کامند لاین اجراش میکنیم. برای مثال این کنسولی هست که برای مثال من الان کاتالن اجرا کردم روی لپتاپ، روی لپتاپم روی لینوکسم، این لاگی هست که توی کنسول من دارم میبینم و اگه وارنینگ اینجا یه وارنینگ دارم اینجا و لاگ ها توی حالا اپلیکیشنی که ما داریم لاگ لیولز اوکی به این شکل هستن که برنامه‌نویسا که ایمپلمنت میکنن لاگ میذارن. این لاگ لیبل از این خب یه خورده خب زیاده، اجازه بدید. برای مثال این تصویر لاگ لیبل دیباگ پایین ترین سطح دیباگ، یعنی که فقط هیچی، فقط یه که من تو این خط هستم. اینفو همچنین اینفورمیشن، وارن یعنی وارنینگ، ارور و فاتال ارور، فاتال ارور یا دیگه جایی هست که اصلا برنامه خارج میشه. این لاگ لیول هایی هست که برنامه‌نویسش استفاده میکنن که توی برنامه‌شون اگه که هر کجا ایرادی پیدا بشه بتونن ایراد رو سریع‌تر پیدا بکنن. برای مثال من توی کنسول که در حقیقت یک شبیه سازی هست از این کنسولی که من دارم اینجا دارم، البته این کنسولی که من دارم من کاتالن استودیو، خود کاتالن استودیو رو اجرا کردم، لاگش رو میبینم و اصلا من وقت کاتالن روز اول روی لینوکس اجرا کردم ارور داشت و از طریق این لاگ تونستم پیداش دیباگش بکنم، پیداش بکنم ایرادش رو. اینجا مربوط به اون تستمون هست. اگه دقت بکنید برای مثال من اینفو داره، اینفو داره میگه چه اتفاقی داره میفته، میگه استارت تست در کی، در این تاریخ و در این ساعت و ثانیه، دیباگ لول اینفو. و جالبی لاگ اینه که شما میتونید خیلی سریع فیلتر بکنید، بگید که من دیباگ و اینفو رو نمیخوام ببینم. ببینم اینجا اصلا میتونم من فیلتر بکنم. حامد اون لاینا قرمز به چه مفهومه؟ چرا یه سری مشکی قرمزا یعنی چی؟ یعنی اینام اینفو هستن. حالا بس قرمزشون رو واقعا چیز زنم نمیرسه. اکثرا خب نه، ما توی کنسول مثلا یه وارنینگه خب، ولی اینجا جایی که قرمز هست واقعا نمیدونم چرا قرمزشون میده. احتمالا ما بتونیم اینجا من اینجا نمیتونم جایی پیدا بکنم که بتونم فیلتر بکنم لاگ رو. حالا بعدا نگاه میکنم اجازه بدید. ولی ایده اینه که شما وقتی که حالا برنامه‌تون کار نمیکنه، از جمله شما اتوماسیون تست انجام میدید دیگه به اینفو دیباگ احتیاج نداره، میخواد دیگه بگید به من فقط وارنینگ نشون بده، میتونه خیلی سریع فیلتر بکن بگه به من وارنینگ نشون بده، در حقیقت وارنینگ ها رو به شما نشون بده یا اینفو رو نشون بده و همین دیگه. ولی خب ما بیشتر حالا توی کاتالن استودیو لاگ ویور یه حالت یوزر فرندلی تر داره، این چیزی که من دارم اینجا میبینم. و اگه که ایرادی رو در وجود داشته باشه توی این پنل سمت راست اون ارور رو نشون میده. اگه من بخوام اوکی برای مثال من بخوام که شبیه سازی بکنم، من این دکمه رو میام مثلا آدرس رو تغییر میدم، این دکمه این آدرس اکسپتشه تغییرش میدم، برای من وجود نداره. حالا من اگه سیوش بکنم و یک بار دیگه من تستم انجام بدم، چون دکمه وجود نداره روی این کلیک ایراد میگیره، یه ارور میگیره و اینجا من احتمالا دیگه لاگ کامل رو میبینم. خب اینجا رسیده، چون این دکمه رو پیدا نمی کنه یک مدت زمان خاصی، فکرم 10 ثانیه رو
ثبت میکنه تا دکمه ظاهر بشه روی صفحه و اگه ظاهر نشه و دیده نشه یک اروری رو نشون میده و از تست خارج میشه. خب همین اتفاق افتاد چون دکمه که من خواستم پیدا نکرد توی لایو ویور. الان اگه من روی این قسمت کلیک بکنم، روی کلیک به طور جزء من توی این قسمت پنل سمت راست من نشون میده که چه اتفاق افتاده. unable to find element located، یکی من اینو پیدا نکردم. smart xpad احتمالاً داره کاتالون که خودش فکر میکنه، یعنی در حقیقت احساس میکنم که سعی میکنه اون دکمه رو پیدا بکنه با سمارت اکسپت که تمام پیدا نکرده و تونه خارج شده، حتی خارج هم نشده، فکرم تونسته پیداش کنه و کلیکش کرده، اسکرینشات هم گرفته. ولی من همین رو بیام توی کنسول ببینم به این شکل نشون میده، میدونید، و کنسول زیاد یوزر فرندلی نیست. لایک ویور حالا شما اگه میخواید که گزارش بدید بهتر که تمام متن کپی انتخاب کنید، کپی بکنید و گزارش بدید، بگید که اوکی من اگه همچین اروری داشتم. در اون کنسول بیشتر به درد پروگرامر میخوره، پروگرامر حرفه‌ای. آره آره، اگه حرفه‌ای نیستین ولی آره، شما اختیار شکست نفسی میکنید. خیلی خب اجازه بدید سر سری دوباره به کیوردا برسیم. بس accept alert این بود، من فقط alert خواستم به تو معرفی بکنم. یک کیورد دیگه هم داریم، decline alert، اگه اشتباه نکنم این dismiss alert برای اون alert هایی هستن که okay cancel دارن. در این حالت شما با dismiss alert رو cancel کلیک میکنه براتون. دیگه خدمتون که عرض شود یه دونه هم داره به اسم get alert text. get alert text همون چیزی که ما دیدیم. برای مثال این یک تکست هست، you selected a context menu، این تکستی هست که روی alert هست. چون بعضی وقتا میخواید مثلا تکست رو بگیرید بعد تست بکنید، وریفای کنید ببینید اون چیزی که تو نظر ما بوده یا هست یا نه. علت اینه که همیشه این تکست استاتیک ثابت نیست، ممکنه بر اساس حالا نام کاربر یا حالا پلتفرمی داره اجرا میکنه ما یه تکس بسازیم، جنریت بکنیم و اونو بخوایم کاربر نشون بدیم. به این ترتیب شما میتونید اون تکس رو گت با گت بگیریدش و بعد توی استپ بعدی تو وریفای تاییدش بکنید. اون از alert authenticate برای اون جاهایی هستن که شما وقتی وارد میشید یه پنجره باز میشه، بازم مثل alert user password از تو میخواد. اینجا برای مثال توی این همون سایت the internet dash Heroku app اینجا یه دونه authenticate داریم، basic authenticate. من روش کلیک بکنم ببینید این ظاهر میشه و من دیگه روی صفحه‌ام چیزی ندارم. سلنیوم به طور خاص نمیتونست اینجا کاری انجام بده ولی اینجا شما میتونید یوزر پسورد دیگه وارد بکنید و ساین این بزنید. برای مثال کاری که این کلمه کلیدی انجام میده اینه، اتنتیکیت. این شما اینجا که رسیدید این اون URL و برای یوزر ادمین رو میزنه، برای پسورد هم ادمین رو میزنه و این بالا هم توضیحش نوشته که این ستا ریکوایرد هستن، ستا چهارین تایم آوت هم ریکوایرد هست. خب بک خیلی ساده است در حقیقت. توی بروزر این کار دکمه بک انجام میده. من این بک ها اگه بزنم این یعنی کار بک ها انجام. شما هر چون تستتون میخواید به صفحه قبل برگردید بک استفاده میکنید تو تستتون. دیگه من اینو دیگه روی کاتالون اتون انجام نمیدم، لزومی نداره دیگه، بنزه کافی حرفه‌ای شدید. شما دیگه هر کجا که رسیدید میتونید یک کلمه کلیدی یک اد بزنید و اون کلمه رو اضافه بکنید توی تستتون و برید بعدی و بعدی. متاسفانه اینجا خیلی داره و من بد نشون میده کاتالون، نمیدونم چرا.
چک کارش اینه که یک چک باکس رو روی صفحه که بهش معرفی میکنید به عنوان آبجکت چک مارک میزنه. برای مثال اینجا چک باکس یه چک باکس هست. برای اینکه این چک باکس رو بگیرید مثل همیشه توی کاتالون کاری که انجام میدادیم این بود که یا ذخیره میکردید. اجازه بدید من کاتالون کلا میبندم دوباره باز میکنم. پیدرو اصابه اول این آبجکت ما توی این قسمت حالا تو ریکورد تو قسمت وب اسپای میگیرید و با کلمه کلیدی چک اینو چک مارک میزنه. اگه چک مارک خورده باشه یک کلمه کلیدی دیگه هست آن چک اگه اشتباه نکنم. اینا چون به طرف حروف الفابت هست آن چک. آن چک اونو چک مارک رو برمیداره. کلیک رو که میشناسیم کلیک میکنه بر روی المنت. کلیک ایمیج بر روی ایمیج کلیک میکنه که البته زیاد فرقی با کلیک نداره. کلیک آفست اونقدر استفاده نمی کنید. کلیک آفست معنیش اینه که خب دقیقا روی آبجکت کلیک نکن، روی المنت با یک آفست یعنی سمت چپش یا سمت راستش کلیک بکن. اونقدر من فکر نمی کنم حتی استفاده کرده باشن. چای کلوز براوزر، براوزرتون کلا میبنده، یعنی کل براوزر میبنده. کلوز ویندو ایندکس، شما بعضی وقتا توی تستتون میتونید یک توی براوزر که هستید یک ویندوی جدید باز بکنید. بعضی وقتا این اتفاق میفته شما رو یک لینک کلیک بکنید اصلا اون لینک توی یک پنجره جدید باز میشه، همون پنجره باز نمیشه. اتفاقی که میفته اینه که سلنیوم بهش یک ایندکس میده. بنابراین من وقتی که تستم رو شروع میکنم توی این صفحه ایندکسم صفر است. این صفحه من الان اگه روی این کلیک بکنم و توی یک حالا روی ویندوی جدید باز بشه، اینجا باز بشه، این ایندکسش میشه یک. الان شما میتونید تستتون رو روی این ادامه بدید. دو حالت داره اینجا، یعنی که پنجره رو ببندید، این ویندو رو ببندید با کلوز ویندو ایندکس، مثلا میزنید کلوز ویندو ایندکس 1، یا با تایتل. بعضی وقتا با تایتل پیداش میکنید. مثلا برای مثلا تایتل چیه؟ اگه که من تایتل این چیزه که ما توی تایتل بار من موس رو بیارید اینجا، توی تایتل بار اینجا میبینیدش، این تایتل صفحه هست. برای مثلا تایتل توی این صفحه کروشه ویب یو آی کلوز ویندو هست، ایندکس این کل اون تایتل هست. حتی تایتل های میخواید پیدا بکنید اینجا که اینترنت هست، اگه که من کلیک راست بکنم و بزنم view page source، توی سورس پیجتون تایتل اینجا دیده میشه. این تایتلی هست که شما میتونید برای مثال پنجره رو باش پیدا کنید اگه نخواید با ایندکس پیداش بکنید. پس کلوز ویندو بای ایندکس هست، بای تایتل هست، بای یو آر ال هست. میتونید پنجره رو ببندید. کلمه کلیدی شبیه که داریم سویچ هست، سویچ ویندوز ویندو اگه اشتباه نکنم، switch to frame، switch to window index، switch to window title. و به این ترتیب اگه که پنجره جدید باز شده باشه شما میتونید برگردید بین پنجره‌های مختلفتون توی ویندوهای مختلفتون سویچ بکنید و تست توی اون، اگه که فوکوس روی ویندوی حال حاضرتون نباشه میتونید سویچ بکنید و تست اونجا ادامه بدید. البته طبق تجربهتون میگم که سعی بکنید که کمتر این کار انجام بده، اصلا انجام ندید، چون که اگه که مجبور باشید، چون که اکثرا سلنیوم اینجا به مشکل برمیخوره، چون که خیلی داره سریع این کار انجام میده. اگه بخواید انجام بدید باید صورت تست رو کم بکنید، هی دیلی بذارید، بعضی وقتا پیدا نمیشه. کلا تست خیلی قابل اتکا نیست اون زمان. ترجیح اینه که شما تا جایی که میتونید از ویندوی جدید باز کردن تو تستتون سعی کنید جلوگیری بکنید. من اینکه تستون دقیقاً همین باشه، اوکی ببینید اصلا تست توی ویندوی جدید باز میشه بعدش ببندیدش به همین سادگی. کوکیز رو که تون گفتم، کوکی رو باز میکنه. دیسلکت آل آپشن کارش اینه که توی یک صفحه مثل اینجا تمام اون چک، حتی اینجا که چک مارک هست، چک باکس هست، آپشن یا رادیو بتون،
احتمالا کارش اینه که تمام چک باکس های اون فریم رو کامل آن چک میکنه. تو توضیحات ما ببینیمش. Deselect all options. اینجا یه مثال داره که عمل خودش هست. خاطرتون باشه اگه قرار باشه شما کپی پیست بکنید از این مثال، اون آبجکت شما باید قبلا داشته باشید، چون که این آبجکت در مثال ببینید یک فولدر داره به اسم پیج current appointment و توی اون در مثال این آبجکت رو داره. اگه شما اینو فقط کپی بکنید و بیاید داخل کاتالون کار نمیکنه، چون که اینو پیدا نمیکنه تا زمانی که شما خودتون به توی پیج توی آبجکت ریپوزیتوریتون یه دونه فولدر جدید به اون نام درست بکنید و اون آبجکت رو هم تعریف بکنید، اون وقت کار میکنه. Deselect option by index. آپشن ها میتونن ایندکس داشته باشن، مثل هر چیز دیگه. ایندکسش اگه من روش کلیک بکنم اینجا اینسپکت رو بزنم، یک فرم اینجا من ندارم. البته گاهی اوقات ما توی صفحه وب، حالا دروپ داون هم ممکنه باشه، اینجا خب آپشن هستن در حقیقت، و من اگه که ببینمشون اینجا یک ولیو دارن توی دروپ داون و ایندکس هم دارن. البته اینجا ایندکس رو برنامه‌نویسی نذاشتن که شما بر اساس اون ولیو یا بر اساس ایندکس میتونید پیدا بکنید اینا رو. برای مثال اینجا دیسلکت هست، اتفاقا سلکت هم داریم، بای لیبل بای ولیو. برای مثال توی این دروپ داون یا که من دارم، ولیوی اولی 1 هست، ولی دومی 2 هست، اما اون چیزی که دیده میشه لیبل هست، اون چیزی هست که ما داریم با چشم میبینیم، آپشن داش 1 اون لیبل هست، یا آپشن 2 یک لیبل هست. دیگه چه بگم، دبل کلیک که کاش مشخص دبل کلیک هست، ولی خب خیلی خیلی کم تو صفحه وب ما دبل کلیک داریم. درگ اند دروپ هست، اکثر مواقع درگ دروپ ها خوب کار نمی کنن. درگ دروپ به معنی است که شما کاربر یک آبجکت روی صفحه وب، البته نه از روی سیستم عاملش، روی صفحه وب با موس بگیره و مثلا توی آبجکت دیگه بیاندازه، این درگ اند دروپ هست که خب خیلی خیلی وقتا خوب کار نمیکنه. بعضی از یک نکته الان اینجا بهتون بگم، این که بعضی از وقت گاهی اوقات واقعا بهتره شما وقتی تست کیساتون رو کامل می‌نویسید، بعضی تست‌ها رو واقعا نمیتونید دیگه اتومات کنید، یا اتومات میکنید از این کلمات کلیدی هم استفاده میکنید اما فیل میشه. به این دلیل حالا صداتون خیلی بد میاد، یعنی بریده است یا چیه؟ بکنم مشکل اینترنت شما هست، چون که ما صدا رو خوب میشنم. بطه من صدا رو خوب دارم، میلرزه اصلا صحبت. مشکل اینترنت شما هست بکنم، چون صدای شما هم میلرزه، فکر کنم اینترنتتون ضعیفه. اینترنتتون بل هست عوضش کنم، بل دارید؟ شوخی گرم به بل نرید گزارش بدید، بیان بگن که بر اساس بر علیه بیزنسشون دارم صحبت میکنم. شاید از اینترنت هم سوالش پایین باشه، نمیدونم، ولی خب دارم حالا ذخیره میکنم ویدیو رو و دیگه این قسمت های متوجه نشید میتونید برگردید نگاه بکنید. حالا شما اینو میگفتم که گاهی اوقات شما تست کیس هایی که مینویسید تعداد زیادی دارید، مثلا 100 تا تست کیس نوشتید و موفق میشید 80 تاشو هم اتوماتیک بکنید، حالا با کاتالون یا هر ابزار دیگه، اما گاهی اوقات برام به دلایل مختلف بس تستتون فیل میشه و وقت زیادی دیگه از شما میگیره که اینو هی بخواید دیباگش بکنید، هی درستش بکنید. یا مثل این قضیه درگ اند دروپ، واقعا بعضی وقتا ساده نیست تست کردن. در این گونه مواقع بهتره که اینو مانوال انجام بدید و خیلی سریع‌تر هم از این، یعنی شما دقیقا میاد اینجا
تست میکنیم که من اوکی من ای و بی رو جا اوکی جا به جا شد اوکی پسش میکنید به همین سادگی. یعنی بعضی وقتا مانوال تست سریع تر از اتومات است. اتومات بعضی وقتا خیلی وقتونو میگیره، ای فیل میشه و با اعصاب روانتون ممکن بازی بکنه. بنابراین گاهی اوقات بهتره که بعضی تستا مانوال باقی بمونن. خب اجازه بدید ادامه بدیم، زیاد وقت نداریم. execute JavaScript گاهی اوقات لازم است که شما یک اسکریپت JavaScript رو روی صفحه اجرا بکنید. برای مثال این alert یک alert JavaScript که بار دیگه بهتون میگم این حالا اونقدر من بهش برخورد نکردم، چرا تو بعض اپلیکیشن لازم بوده یک چیزی رو اجرا بکنم بعدش یه چیزی تست بکنم، حالا تو اون اپلیکیشن به خصوص اگه که بخواد یه JavaScript رو اجرا بکنید، ولی خب خیلی خیلی کم پیش میاد. فوکس کارش اینه که مثل دارم سویچه دیگه بین پنجره مختلف move the focus to specific element توی element هست درسته. ببینید فوکس به این معنا هست که شما روی یک صفحه وقتی که کاربر تب رو میزنه فوکس روی element های مختلف جابجا میشه. من شروع کردم روی کیوردم تب زدن، ببین الان فوکس روی این element هست. ببینید به صورت یک نشونش میده، دوباره تب بزنم روی بعدی و به همین ترتیب. یک حالت استاند ببینید وقت من دارم مدام تب میزنم بهش میگن تب سیکونس. تب سیکونس توی صفحه وب باید به شکلی باشه که منطقی باشه. برای مثال من اگه از اینجا شروع میکنم و اگه شیفت تب اگه بزنید برمیگرده اون سیکونس. گاهی اوقات برنامه‌نویسا حالا تو صفحه وب کمتر پیدا میشه، ولی خب شاید چون که خود اون فریم ورک رو تصحیح میکنه. ولی من دیدم که برنامه‌نویسا برای مثال اومدن یک المنت رو گذاشتن، یک المنت دیگه دارن، بعدن میان یک المنت بین اون دوتا اضافه میکنن. در این صورت وقتی که کاربر میاد و تپ میزنه این جامپ میکنه، یعنی میپره. برای مثال از اینجا ممکنه که بپره به یک جای دیگه و دور برگرده، تپ بعدی دور برگرده به جای قبلیش. و تب سیکونس با درست باشه. تب سیکونس هم چیزیه که به نظر من بهتر مانوال انجامش بدید، یعنی خیلی سریع شما میتونید بگید اوکی من دارم تب میزنم، خیلی جالب داره، یعنی خیلی خوب داره کار میکنه. به همین ترتیب احتمالاً خب کلمه کلیدی فوکس کارش اینه که آره فوکس رو روی المنت ها جابجا میکنه. و کاری که میتونید آره فوکس روی المنت ببرید و مثلا سرش کلیک راست بکنید، چون که ما رایت کلیک هم داریم جلوتر. فوروارد کارش اینه که میدونید که ما بک داشتیم، اگه بک بزنید فوروارد هم ظاهر میشه، این فوروارده. بین فوروارد get alert text رو گفتم، get all links on the current page یک کلمه کلیدی فکر کنم فقط تو کاتالون هست. کاری که انجام میده یه لیست بهتون برمیگردون از تمام لینک هایی که داخل صفحه ببستن. لینک ها چه چیزی هستن اینجا؟ برای مثال این یه لینکه، این یه لینک، اینها هر کدوم یه لینک هستن و همه لینک ها رو احتمالاً این برمیگردونه. بسته به تستتون، شاید احتیاج داشته باشه استفاده کنید از این یا نه. get attribute اینو خیلی سریع بهتون بگم. ببینید ما هر المنتی که رو صفحه داریم چند تا مشخصه دارم. یه مشخصه عمومیشون تکست هست. برای مثال توی این صفحه این من یه المنت دارم اینجا که ایک تکستش هست make appointment، این یه اتریبیوت تکست، ولی این تنها اتریبیوتش نیست. من که روش کلیک راست بکنم و inspect رو بزنم اینجا اینجا میبینید که این برای مثلا یک لینکه، چون که با A شروع میشه، یک ID داره، ID اتریبیوته که بعد توی اینجا نشون داده میشه. این هایپر لینک رفرنسش هست، href هایپر لینک رفرنس هست، یعنی به کجا قرار لینک بشه. این باز این href یه دون اتریبیوته، کلاسی اتریبیوته و به همین ترتیب شما توی یک صفحه وب اتریبیوت های مختلف رو برای هر المنتی میتونید پیدا بکنید. برای مثال اینجا اتریبیوتون آیدی داریم، کلاس داریم و خیلی چیزای دیگه. شما با get attribute میتونید برای مثال من یه object رو پیدا بکنم، بگم این object رو، این element رو، و با get attribute بهش میگم که خب برای مثال این hrefش رو به من برگردون، به من بده. خب مثالش هم اینجا هست،
که میگه که اوپن براوزر بکن و این صفحه بارو و get attribute گفته که این دکمه appointment کلاس شما من برگردون. اون کلاس رو این get خاطرتون باشه یه فانکشن هست، این رو ذخیره میکنه داخل این وریبل، این یه وریبل تعریف کرد به اسم attribute و بعدن توی استر بعدی اینو verify کرده، verify match attribute که اینجا که من داشتم با چی؟ میگیم انتظار من این expected هست، میگه انتظار من اینه که attributeش این باشه btn, btn dark و btn-lg. الان من همین دکمه رو که inspect کردم ببینید کلاسش همینه. ایوبا کلاسش btn, btn dark و btn-lg هست. بنابراین شما میتونید اوکی، شما توی یک صفحه وب اگه که بخواید اتریبیوت اون اتریبیوت براتون میگیره و میتونید وریفای بکنید. بسته به تستتون داره که اصلا بخواد همچین کاری انجام بده یا نه. CSS value همچنین CSS یک اتریبیوت، element high ارتفاع element این ارتفاع هست، یعنی از این نقطه تا این نقطه که به پیکسل بر بهتون داده میشه. ببینم مثالش چیه. آره فقط اینو های برگردونده، ولی من احساس نمی کنم اصلا به درتون بخوره. تمام این صدا خورده کیبورد که دارتون نشون میدم واقعا همشون به درد بخور نیستن. ویت که عرضش هست، عرض اون المنته به پیکسل. توی بعد از فریمورک های خاص یک فریمورکی داریم که در حقیقت لیات صفحه رو تست میکنه، اسمش رو خاطرم نیست، اجازه بده سرچ بکنم. آره گلن فریمورک. گلن فریمورک کارش اینه که البته این جزء نان فانکشنال تست ها هست که وقتی که شما ما یک وب اپلیکیشن داریم، برای مثال خود این وبسایت خودش یک وب اپلیکیشن هست، تو حالت ببینید حالت فول اسکرین به این شکل نمایشده میشه، اینا منو هستن که بینشون یه فاصله ای هست، کاربر میتونه روی اینا کلیک بکنه، اینجا یه دکمه هست، یه فاصله بین دکمه تو المنت بعدی هست و به این ترتیب اگه کاربر اینو تو یک تبلت باز بکنه و تصور کن که تبلتش ابعادش به این اندازه هست به این شکل میبینه، اگه که ابعاد دیوایس متفاوت باشه به این شکل باشه، برای مثلا اینجا اون منو غیر فعال میشه و اینجا ظاهر میشه. این لیاوتی هست که ما ازش داریم صحبت میکنیم و ایده هم اینه که کاربر باید بتونه تقریبا توی هر ابعادی این لیاوت ها رو بتونه ببینه، یعنی اینجا چون که خوب برنامه‌نویسی ایمپلمنت کردن این منوها یک جا ظاهر جمع میشن و میتونه کاربر هر زمان انتخاب کنه، اما توی بعضی از وبسایت ها این کار انجام نشده و این المنت ها روی هم قرار میگیره، یعنی نیوز مدل روی دانلود قرار میگیره، دانلود روی داکس قرار میگیره و کاربر نمیتونه رو کلیک بکنه. در این صورت هست که بعضی از فریم ورک مثل گلن فریم ورک میاد اینا رو چک میکنه و چک کردنشون هم با همین ابعاد هست، ابعاد ارتفاع، عرض، فاصله بین المنت ها. و حالا گلن فریم ورک هم اگه که الان تون بهش رسیم خاطرم نبود، اگه شد یک جلسه یا نصف جلسه بهش میرسه براتون معرفی میکنم که گلن فریم ورک چطور کار میکنه. خب اجازه بدید فقط کلمات کلیدی مهمو بریم. number of selected option تعداد اون آپشنی که چک مارک خوردن، اینم چیز حالا زیاد خاصی نیست. get page high width high که ابعاد مثلا براوزر رو برمیگردن کن که ارتفاع براوزر و عرض براوزر چقدره. left و top get viewport، viewport واقعا نمیدونم چیه، شاید element باشه. ریپورت واقعا نمیدونم چیه، حالا خاطرم بیارید مسج کنم جلسه بعد بهتون بگم.
ویندو ایندکس و ویندو تایتل که بهتون گفتم. اگه پنجره جدید باز بشه واسه ایندکس دیگه پیداش میکنید، واسه تایتل هم میتونید پیداش بکنید. تا زمانی که تایتل ها مشابه نباشن، گاهی اوقات تایتل شبیه به هم هستن دیگه مجبور با ایندکس پیداشون بکنید. ماکسیمایز ویندوز بروزر رو ماکسیمایز میکنه. مودیفای ابجکت پراپرتی واقعا فکر نمیکنم کاربرد داشته باشه که شما یه ابجکت رو بخواید یک اتریبیوت پراپرتی تغییر بدید. ماوس هاور کارش اینه که سیمولیت میکنه و در حقیقت بونس رو حرکت میده و بالای یک آبجکت قرار میده ولی کلیکش نمیکنه، کلیک بر روی اون انجام نمیده. برای مثال اینجا ما هاور داریم، توی این صفحه من اگه کاربر موس رو بر روی یک آبجکت به این شکل، این اتفاق میفته، مثلا تایتل زیرش دیده میشه. این کاری که قراره این کلمه کلیدی انجام، یعنی موس رو بر اون آبجکت قرار میده ولی کلیک نمیکنه. احتمالاً برای اینه که تغییر رو ببینید. البته اینجا تغییر خیلی واضح بود. توی بعضی از وب اپلیکیشن ها برای مثلا اینجا من اگه موس رو بیارم روی این دکمه برای مثلا رنگش کمی تغییر میکنه. ممکنه که شما بخواید از این نظر هم ببینید که گاهی اوقات مثلا شما موس کاور موس روی اون المنت برای یکم بزرگتر میشه. یکم بهش میگن فیش آی اگه شما نکنم. و میخواد اون رو چک بکنید. در این حالت واقعا به نظر من منوال تست خیلی بهتره، چون شما با چشمی میتونید خیلی راحت‌تر بگید اوکی این قضیه کار میکنه، من موس رو حرکت میدم روی المنت، اون تغییر که میخوام میبینم. ولی خب اتوماتش بکنید احتمالاً زیاد ساده نیست. نویگیت تو یورل که میدونیم چیه، به یک یورل میره. رفرش این که صفحه رفرش میکنه، این دکمه است صفحه رفرش میکنه. رایت کلیک میکنه. اسکرول تو المنت، گاهی اوقات صفحه ما خیلی بلند هست و اگه که ما توی اون ویو، توی این ویو نداشته باشین المنت رو، سلنیوم به طور قبلن ها نمیتونستونه کلیک بکنه، باید اسکرول میکردیم بودیم پایین به این ترتیب و برای مثال روی این کلیک میکردید. اسکرول تو المنت کارش اینه که شما این المنت رو بهش میدید و این صفحه رو میاره پایین به اونجا میرسه و بعد دیگه میتونید ای خواستید کلیک بکنید روش. اسکرول تو پوزیشن شاید شبیه به المنت باشه. سلکت آل آپشن تمامی چک مارک ها رو چک مارک میزنه. سلکت آپشن با ایندکس رو فکر کنم بهتون گفتم، با ایندکس لیبل ولیو. سند کیز همون خب سند کیز کل جای به کار میره که شما توی صفحه وب اون اپلیکیشن بر اساس در حقیقت کیبورد استور، کیبوردایی که یعنی دکمه هایی که کیبورد کاربر روی کیبورد فشار میده کار میکنه. برای مثال البته من اینجا من نمیدونم ما داریم یا نه توی این کیپرس، آره توی کیپرس برای مثال حتی تپ، آره اینجا برای مثال من دارم تپ میزنم به من میگه تپ زدی، W شیفت. کار این کلمه کلیدی کاش کلمه کجا بود سنت کیز هینه که برای مثال شما میتونید شبیه سازی کنید اون کلیدایی که کیبورد روی کیبورد کاربر میتونه فشار بده رو شما اینجا انجام بدید. برای مثلا اینجا سنت کیز هست، میگه که توی این آبجکت اینجا داره در حقیقت ای رو میفرسته و احتمالاً این ای رو شما میتونید جابجا بکنید برای مثلا با تب شیفت و همش هم باید کپیتال بزرگ باشه. اینجا مثال کافی نیست، کامل نیست، ولی فکر میکنم توی فروم خود کاتالون اگه که بریم پیدا میکنید مثال های بیشتری رو. set text اینه که شما توی یک text box مثل اینجا یک text رو ارسال بکنید، بهش میگن set text، همون input text هست در حقیقت. دوستان هستید یا نه؟ من کسی چیزی نمیگه، من نگران شدم. صدا میشنوید؟ بله دقیق داریم گوش میدیم. بله ببخشید من خیلی دارم سریع پیش میرم و تست هم نمی کنم، ولی واقعا بهترین پرکتیس اینه که وقت بذارید تا
این کلمات کلیدی رو اونایی که فکر میکنید جالب هست تست بکنید دیگه. دیگه چی بگم؟ Smart Weight Function معنیش یک کلمه کلیدی اونا خودشون ایمپلیمنت کردنه که تا زمانی که احتمالاً یک آبجکت پیدا بشه ساب میکنه. سابمیت کارش اینه که گاهی اوقات ما تو صفحات وب مثل توی گوگل، برای مثال توی صفحه گوگل، شما میتونید یک تکست رو بزنید و بعد دکمه این دکمه رو بزنید، یا اینکه وقتی که شما سرچ کردید اینتر بزنید، اینتر که میزنید سابمیت هست، که تو فرم سابمیت هست. این کارش اینه که شما میگید که اوکی سابمیت، کارش اینه که من فرم سابمیت بکنم. یعنی شما منگه من یوزرنم زدم، پسورد زدم، الان سابمیت چی؟ برای مثال این یک فرمه، یعنی دکمه نیست. شما به جای این آبجکت، برای مثال ما تو گوگل آبجکتمون همون تکست باکس هست، این تکست باکسی که پیدا کرده بودیم. به جای اینکه خب شما بخواید کلیک بکنید روی برای مثال این المنت، شما با سابمیت هم کاری که شما اینتر انگار روی کیبورد زدید. و البته همه جا هم ایمپلمنت ممکن نشده باشه، برای مثال ممکنه که اینجا با زدن اینتر اتفاق نیفته و کاربر حتما باید کلیک بکنه، در اون صورت سابمیت کار نمیکنه. بذارید سریعتر پیش بریم. سویچ هست، سویچ تو ویندو که گفتیم. تک اسکرین شات هست که گاهی اوقات اگه که یک جایی تو تستتون داره ارور میبینید و شما هم اکثرا دیگه وقتی که شما تستتون رو نوشتید و اجرا میکنید توی یک سرور دور، ریموت سرور، یعنی که دارید تستش میکنید و روی هدلس بروزر چیز نمیبینید، یه جا داره تست ایراد میگیره، یا حالت اینه که کلن روی بروزر معمولی نگاه بکنید با چشم ببینید که تو کجا میاد ایراد میگیره، یعنی که اونجایی که در حقیقت ایراد میگیره یک کیوردی رو به اسم تک اسکرین شات قرار میدین که همونجا یک اسکرین شات از اون صفحه میگیره و ذخیره میکنه توی جایی که بهش معرفی میکنیم و میتونید بیایتون اسکرین شات ها رو نگاه کنید ببینید که مشکلش چی بوده. آپلود فایل هست، اینم جالبه که میگه اوکی اینم برای بعضی اینپوت بروز. گاهی اوقات ما ببینید بروز اپلود فایل اپلود، بعض جاها شما توی صفحه وبتون یک همچین چیزی داره که دکمه، این دکمه رو دارید که کاربر اینو میزنه و از روی کامپیوترش میتونه فایل رو انتخاب بکنه. اینم تو سرینوک هم پیشترها خیلی سخت بود، یه ترفند و هیلی باید میزدیم، ولی اینجا ساده است. میگه که ما احتمالا این دکمه رو بهش میدید به عنوان ورودی این آبجکت رو، و بعد مسیر اون فایلی که میخواید به این مسیر کامل اون فایلی هست که شما میخواید آپلود بکنید، این رو آپلود میکنه براتون. اینا لطفا انجام بدید و جلسه بعد به هم بیاد. جلسه بعد ما رو کاتالون کار نمی کنیم، ولی خب حالا شاید یه جلسه پرسش و پاسخ بذاریم که ایراداتی که داشتید رو بتونید انجام، ولی خب همیشه استاد هم میشه کاتالون... میشه یه تکلیف شب بدیم؟ از اون سوالو من چه تکلیفتو بودم که یعنی حتما کار کنیم دیگه، مثلا خب حتما کار کنیم دیگه، یعنی من که ندارم تکلیف بدم. بعدا خیلی وقت بود یک کسی من نمیفود استاد، بعضی من میگم مهندس، بکنید چند یه 5-6 سال بود که کسی به مهندس نیفته بود، استاد نیفته بودم خیلی ساله، ولی خب مرسی گفتید. بعدا تکلیف کنم دارم فکر میکنم تو گروه میذارم انجام، ولی خب تست کردنش مثلا من یک تنه نمیتونم بر همه تون تست بکنم. حالا ببینید چیکار میشه کرد. باشه نیست. اوکی. دیگه به چی برسیم؟ وریفای. اونا که به وریفای هست اینو در حقیقت ما داریم دیگه اسرشن انجام میدیم. آرزو خانم سوال دارید؟ صداتون نمیشنویم آرزو خانم. داری صدامون؟ بله الان صداش اومد، ببخشید. می‌خواستم ببینم که از کجا میتونیم سمپل پروژکتای رو ببینیم که مراحلشون رو چک بکنیم، به هر حال روی تاثیر میذارین که ببینین که از چه چیزایی استفاده کردن. جایی رو شما دارید که معرفی بکنید که ما بتونیم سمپل پروژکت ها رو ببینیم؟ اینا سشن کام کاتالون اسو سمپل پروژکت، خیلی از کسایی که مثلا کار کردن اینو توی گیت هاب گذاشتن، یا
سرچ بکنید رو پیدا میکنید دیگه. من اینجا دارم چند تا پیدا میکنم. این سایته که برای مثال مال خود catalan.com نیست، یا تو چون کاتالان استودیو یک نرم افزار در حقیقت یوزر اینترفیس داره، حالا تسترهای حرفه‌ای دیگه استفاده نمیکنن اونقدر. برای مثلا من خودم خیلی سردرد برام میاره اگه بخوام کاتالان استفاده کنم، به من خیلی کنده بخوام از این گرافیک یوزر اینترفیس استفاده کنم. مثال براش هست، ولی نه به تعداد این که شما برای بتونید برای مثلا برای پایتون و سلنیوم و برای ربات فریم ورک یا برای بقیه فریم ورک مثل وتیر مثال پیدا بکنید. ولی اگه سرچ کنید سامپل فریم ورک، سامپل پروژه، اینجا من چند دارم پیدا میکنم. احتمالاً کلیک بکنید و احتمالاً وبسایت سامپلی هست و بهتون نشون میده. احتمالاً حتی ما این که مال خودشه، سرچ بکنید حتما پیدا میکنید. بله متشکرم. و تو فروم خود کاتالان ریسورسز فرومش که برید کاور زیاد داره و بشین را بخونید و سرچ بکنید، ایرادات اصلی رو پیدا میکنید و دیگه انگیج میشید، خودتون میتونید کمک بکنید به کاورهای دیگه. وریفای ها تمامشون کارشونه که ما یک چیزی رو که قبلا گرفتیم و بیایم وریفای بکنیم ببینیم که برای مثال verify text present verify. ولی اصولا اون چیزی که ما verify میکنم اکثرا element visible هست یا element present هست یا not visible هست. ما کاری انجام دادیم میخوام بگیم اوکی دیگه اون element نباید توی صفحه باشه، نباید visible یا present باشه. اگه که false باشه یه error به من برمیگردونه کاتالوگ دیگه. و wait ها در حقیقت شما وقتی که کاربر داره روی یک سایت کار میکنه گاهی اوقات کند هست اون سایت، حالا به این دلیلی که ممکن کاور زیاد داشته باشه، شما نمیتونید بلافاصله بعد اینکه یک کاری انجام دادید میتونید که اینجا وارد بشه بعدش این کار انجام بده، ممکنه که چند ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه طول بکشه. اگه که بخواد یک میزان استاتیک ثابت بشه بدید از دیلی استفاده میکنیم، میگیم دیلی 5 ثانیه ثبت میکنه. اما این ویت هایی که ما اینجا میبینیم هوشمند هستن، میگیم که wait for element present، یعنی اینقدر صبر کن که این element اون دکمه که من میخوام ظاهر بشه. ظاهر که شد الان روش کلیک بکن. حالا ممکن یک ثانیه طول بکشه، 5 ثانیه و یه حد اکثر هم داره که حد اکثر رو ما یک جایی توی تستمون توی دیفالت اگه اشتباه نکنم اینجا set میکنیم، حتی اینجا نیست، ماکسیموم مثلا ویت هست 30 ثانیه حتی اکثر ثبت بکن که اگه بعد 30 ثانیه اون ظاهر نشد یه ارور میده و خارج میشه. بیشتر 30 ثانیه ثبت نکن ولی المنت بتون ارزش رو نداره. وریفای ویت و تا اینجا ویت فور پیج لود، این ثبت کن تا پیج کاملا لود بشه، همه چیزش کامل بشه و اون وقت تست رو شروع بکن که ممکن پیج لود طول بکشه. به همین ترتیب این کیوردها که من گفتم تمام اینها کیوردهای تازه وب بود، وب یو آی بود. موبایل کیبورد داره، وب سرویسز که برای ای پی آی هستن، ویندوز که احتمالاً ادعا میکنه که توی شما توی ویندوز هم توی اپلیکیشن ویندوز هم تست بکنید و من کار نکردم. کیوکامبر کیبورد هست. کیوکامبر که میدونید چیه؟ میدونید؟ بله. چیه؟ یه نرم افزار فکر کنم برای تست سیستم. برای کیوکامبر خب به معنی خیاره، ولی خب در حقیقت زبانی هست که بشه بی دی دی یا بیهیویر دریون تستینگ که در حقیقت یک پل هست بی دی دی که به این معنی که کاربرها یا برنامه‌نویس‌ها بتونن حرف کسایی که کارشون برنامه‌نویسی است رو بفهمن. برم سراغ یه تست تو یک گروه. حالا بذار پیدا در جلسه بعد بگیم. یک زمان به خصوصه که استاندارده که توی تیم کسایی که نان تکنیکال هستن بتونن اون تست‌ها رو بفهمن و مثلا اون ریکوایرمنت رو به شما منتقل بکنن. یک حالت داره
میگه که حالت به خصوصی داره، کامون کیورد کامون اسرشن است، اسرشن هستن، وریفای ایکوال، وریفای لس دن، گریتر دن، چک میکنید که یک مقدار کد عددی هست بزرگتر هست از مقدار دیگه یا نه، ولی بیشتر احتمالا شما وریفای ایکوال استفاده خواهید کرد. و به همین ترتیب اینها کلمات کلیدی بود که توی کاتن استادیو باید میگفتیم، متد ها، فانکشن ها و اسرشن ها. پلاگین ها رو میخواستم بهتون میگم که خب الان واقعا وقت نیست، حتی خانم نیومده، پس بذارید یک کار بیشتر وقت بذاریم. الان میاد شاکیه از دستم. خب توی کاتالون اگه بهت واسه پلاگین ها یا store.catalon.com، خود کاتالون استودیو یه تعدادی براش در حد فانکشنالیتی نوشتن درست کردن، اما شما میتونید چیزهای بیشترش اضافه بکنید که اگه تو استور بیاید اینجا میتونید دقیقاً پلاگین ها یا ادانای مختلف رو پیدا کنید اضافه بکنید. من اینجا اگه رو تایپ کلیک بکنید میگه که کاستوم کیورد هستن. کاستوم کیورد ها اصلا کیورد های بیشتری هستن، چون که کیورد اگه بخوام بگیم اصلا چی هست، کیورد ها دقیقاً کد هستن. و برای مثال اینجا بذارم یک سامپل پروژیکت باز کنم. کیورد در حقیقت فانکشن هایی هستن که تون زبان، اینجا زبان گرووی نوشته شدن توسط برنامه‌نویس هایی که بلد بودن، چیزایی که احتمالاً تو خود کاتالون استودیو به طور پیش‌فرض قرار داده نشده و شما میتونید اون رو دانلود بکنید تاشون استفاده بکنید. برای مثال اینجا من این پروژه رو که دانلود کردم توی کیبورداش یه دونه فایل هست، فایل کیبوردی هست، من این واسه بکنم اون کدی هست، این کدی هست که بزنم گرووی هست و یه کلاس تعریف کرده و اینا رو که میبینید دف دفینیشن، این یک کیبورده، یک کیبوردی هست که احتمالاً داخل خوده کاتالون نبود. البته این هست is element present، همون verify element present هست. حالا به این شکل نوشته، خواسته نشون بده که ما custom keyword هم میتونیم داشته باشیم. شما اگه خودتون بلد باشید میتونید اینجا کد بزنید و keyword به وجود بیارید. list احتمالاً یه list از object ها برمیگردونه و البته این keyword اسمش چیه؟ get html table را، که اصلا همین چیز ما توی کاتالون به طور پیش‌فرض نداریم. ولی ایده اینه که شما میتونید کاستوم کیوردهایی رو خودتون تعریف کنید، یعنی که دانلود کنید از اینجا نصب کنید و استفاده کنید. به این ترتیب که شما وقتی میخواید استفاده کنید البته باید توی اکانتتون لوگین بکنید. اگه خاطرم بیاد پسوردم چی بود؟ اوکی. و کاستوم کیورد اگه من روش کلیک بکنم و اینستال رو بزنید، ببین الان من توی کاتالونم و توی این پروژه توی پلاگین اینجا خالی هست. من اگه اینجا اینستال بزنم اگری، از من میخواد که احتمالاً یک بار کاتالون رو ببندم و باز بکنم ببینم اتفاق میفته یا نه. اینا کیبورد بودن. گاهی اوقات هم چیزای دیگه دارید، برای مثال اگه من sort by top install، بیشتر چیزی که دیگران کاربران نصب کردن، basic report هست، اینو ریپورت رو نصب میکنید. هر کدوم از اینا یک صفحه هلپ دارن خودشون که اگه وارد بشید احتمالاً اینجا تو اون وبسایتی که اینو توضیح داده اینجا. حالا اگه من پلاگین رو باز بکنم احتمالاً باید پلاگین رو ببینم که نیستش، نمیبینم، نمیدونم چرا.
البته من دیشب این کار انجام دادم و لود شد. من کاستوم کیوردر اینجا میدیدم. اجازه بده حالا چک میکنم. چون که اون پلاگین شما نصب میکنید روی اکانتتون هست اینجا. ریلود پلاگینز. اوکی. شما باید میومدیم اینجا توی بتن استودیو کلیک بکنید و ریلود پلاگینز رو بزنید. و اینجا احتمالاً توی کیوردامون اون کیوردا باید ظاهر بشه. حتما نمیدونم باید چجور صداشون بزنم. اوکی احتمالاً به این شکل هست. اینو شما میتونید یه ایمپورت بکنید. کاستوم کیورد به این شکل میشه استفاده کرد. من اینجا دیگه میتونم از این کد استفاده بکنم، کپیش بکنم توی کاتالون، توی یک از این تست کیس ها، فقط برای اینکه فقط چک بکنیم. الان اگه برگردم تو منوال احتمالاً به این شکل استفاده کرد. یعنی تو اسکریپت ازش استفاده کن به این شکل. نه کاستوم کیورد ها هستن و پلاگین های مفید دیگه هم دارم. فکر میکنم مفیدترنش این پلاگین جیمیل باشه که گاهی خیلی زیاد پیش میاد که شما باید وقتی کاربر رجیست میکنه یک ایمیل رو به کاربر میفرسته و این لیست اون کیوردهایی هست که اینجا تعریف شده. احتمالا زیاد اینجا میدونه یوتیوب ویدیو داره میتونه نگاه بکنید. یوزر پسورد اون ایمیل تست جیمیل بهش میدید که خودتون درست کرد فقط باید تست نه ایمیل خودتون. برای مثال get email count تعداد ایمیلی که توی اون اینباکس هست رو بهتون برمیگردونه. read latest email body content آخرین ایمیلی که رسیده متنش رو بهتون برمیگردونه. برای مثال یه activation key ارسال شده میتونید اون متن رو بگیرید و ببینید که اون اکتیویتی توش هست یا نه. اگه غیر از این بود شما مجبور بودید که خودتون این کد رو کلا توی گروهی بیاد بنویسید که خب کار ساده ای نبود. خب من کم کم 1000 شدم. باید بایدتون برم. اجازه بدید من تا